اتحاد ارتش اسرائیل هرتزی لوی جلوی تلویزیون آمد و به مردم اسرائیل گفت که این جنگ طولانی مدت خواهد بود و مردم اسرائیل باید خودشون را برای جنگی طولانی مدت در غزه آماده بکنند. او گفتش که پایان این جنگ تغییرات جدی در منطقه به وجود خواهد آورد، اما این جنگی نیست که با ساعت ما منتظر بشیم که چه موقعی تموم میشه. او گفتش که اسرائیل با یک گروه تروریستی و چریکی بسیار قوی در رابطه هستش و در جنگ هستش و پیروزی بر اون مسلماً وقت زیادی میبره. اما در شمال اسرائیل هم امروز تبادل آتش به شدت ادامه داشت. امروز حزب الله لبنان با موشک ضد تانک به یکی از کلیساهای اطراف مرز اسرائیل شلیک کرد. یک نفر در اونجا به شدت زخمی شد و پس از اون سربازانی که اومده بودن او را نجات بدن هم به سوی اونها شلیک شد که در اونجا هم یک سرباز به شدت زخمی و چند سرباز هم زخمی سطحی شدن. و اسرائیل هم در مقابل با توپخانه به شدت مواضع حزب الله لبنان را مورد حمله قرار داد. در اسرائیل گفته میشه که امکان گستردگی جنگ با حزب الله لبنان شدت گرفته و پس از کشته شدن سید رضی موسوی در سوریه که گفته شده که عضو برجسته سپاه پاسداران در اونجا بوده، این امکان وجود داره که انتقامی که جمهوری اسلامی ایران از اون سخن میگوید اتفاقا از حزب الله لبنان و گستردگی جنگ برسه.